کجا هستند فریسیان ریایی؟ مجسمه های جهل و خبائث، آخوندهای فاسد عمام درشت که برای بیرون بودن تار موی از زنان و دختران ایرانی فریاد وا سلاما و وا شریعتا سر می دهند و رگان گردنشان به سفتی تناب می شود. اما وقتی نوبت به خودشان می رسد، هیچ حریمی را به رسمیت نمی شناسند. سوال این است، آیا در این شریعت ریایی بیرون افتادن یک تار مو از حجاب وزن بیشتری دارد یا چنگ اندازی به حریم یک زن و برکندن پوشش او به قصد آدم ربایی از سوی مأموران دولت؟ اینجاست که ماهیت کذاب ولایت وقیح و گزمه ها و محتسب های او برملا می شود. آنها اگر دغدغه حجاب داشتند، اگر حرمت و کرامت زنان برایشان به اندازه سر سوزنی ارزش داشت، اگر پایبند ناموس، دین و مقدسات بودند، اگر به خدا و روز آخرت ایمان داشتند، به نیروی افتضاحی، پاسداران فاسد، جوجه بسیجی های کفتار و لباس شخصی های خود برای هر کاری فرمان آتش به اختیار نمی دادند. آخوندهای حرام لغمه غارتگر ریاکاران خود را به علی و آل علی می چسبانند تا از این رهگذر خلافت ارتجاعی و اهریمنی خود را موجه جلوه دهند. علی همان پیشوایی است که وقتی شنید که در قلمرو او خلخالی را به زور از پای یک زن یهودی بیرون کشیدند، آنچنان بیقرار، برافروخته و اندوهگین شد که گفت اگر مسلمانی با شنیدن این خبر از غصه دق کند، ملامتی بر او نیست. آنچه در سد لطیان در حق یک زن هموطن بیگناه ایرانی اتفاق افتاد، قلب هر ایرانی و بلکه هر انسان شرافتمند و نیالوده به خبث آخوندهای آشغال و همگناهانشان را به درد آورد. طوفانی سهمگین بود که وجدانها را در نوردید و شبکه‌های اجتماعی را به تکان در آورد. این یک اشغالگری آشکار ایران و چنگندازی به جان و مال و نوامیس این مملکت است. منشأ این رذالت‌ها شخص خامنه‌ای ضحاک و هم عمامه‌ای‌های او هستند. او جلاد 67 را به همین منظور به صحنه آورده است. آخوند احمد احمق الهدا، پدرزن رئیسی جلاد، به صراحت اعتراف کرد رهبری فرمان آتش به اختیار دادند. بنابراین اگر زنی در خیابان روسری خودش را از سرش برداشت، باید با اعتراض مردم مواجه شود و ببیند که در میان مردم جایی ندارد. در این صورت مطمئن باشید دو روسری هم سر خواهد کرد و این همان روش امر به معروف و نهی از منکر است. نمونه ای از روش امر به معروف و نهی از منکر مورد نظر خامنه ای وقیح، رئیسی بی سواد و احمق الهدا را در آن فیلم دردناک همه دیدند. چگونه است که حکومتی به خود اجازه می دهد به یک بهانه واهی به حریم یک زن معترض شود؟ کدام اشغالگر ایران به خود جرأت می داد در روز روشن به یک زن هموطن تعرض کند و جان سالم از مهلکه به در ببرد؟ برای اینکه جنایت برای من عادی نشود، لازم است هر بار با یادآوری آن شمشیر خشم برافروخته را برای روز موعود صیقل بزنیم. نباید گذاشت این تعرض ها عادی شود. باید مقاومت عمومی ما سدی سدید در برابر گزمه های وحشی خامنه ای ضحاک بکشد. این روش های وحشیگرانه طرح و برنامه حکومت فاسد رئیسی و گزمه های او برای فروخواباندن فضای اعتراضی و پیشگیری از قیام محتمل در شرایط انفجاری ایران است. اکنون که سونامی گرانی نان سفره ها را نیز نشانه گرفته است، هر اتفاقی از این دست می تواند در حکم یک جرقه در انبار فشرده باروت عمل کند. به یقین حافظه تاریخی ایران و ایرانی هیچ کدام از این صحنه ها را
از یاد نخواهد برد. انتقام مردم از شیخ دجال و چکم پوشان آن ناگهانی، سخت و غیر قابل اغماز خواهد بود. گسترش زباله‌گردی زنان در حاکمیت ننگین آخوندها. یکی از وعده های آخوند جلاد ساختن مسکن برای مردم بود، اما این وعده هم مانند سایر قولهای او پوشالی و دجالگرانه بود. اکنون 10 ماه پس از روی کار آمدن دولت جلادان، نه تنها بخش کوچکی از قول او عملی نشده، بلکه گرانی و تورم در زمینه مسکن بیداد می کند. بر اساس نوشته روزنامه حکومتی و با استناد به گزارش مرکز آمار، میانگین نرخ تورم مسکن در سال گذشته 33% عنوان شده است. واضح است که آمارهای رسمی همواره کوچک نمایی شده، به طوری که همین روزنامه حکومتی در چند سطر بعد می نویسد نگاهی اجمالی به وضعیت معاملات نشان می دهد در واقعیت قیمتها بیشتر از این ارقام بوده، و علاوه بر آن که قیمتها در معاملات خرید و فروش رشدی حتی بیش از 40% را نسبت به سال قبل تجربه کردند و در حوزه اجاره این روند با شیب صعودی بیشتر همراه بوده و در برخی از مناطق نرخ اجاره بها رشد بیش از 2 برابر را به همراه داشته است. در زمینه سیاست‌های تورمزای گمارده خامنه‌ای وقیح و افزایش رشد قیمت مسکن در سال جاری نیز نوشت کارشناسان اقتصادی گرانی اجاره بهای مسکن در سال 1401 را نتیجه سیاست‌های تورمزا می‌دانند و معتقدند اجاره خانه در سال جاری بدون برنامه ریزی در جهت افزایش تولید مسکن وارد رشد قیمت عجیبی خواهد شد. آنچه که در زمینه مشکلات مردم در زمینه خرید و اجاره بهای مسکن گفته شد، بیانگر تمامی مشکلات در زمینه مسکن نیست. ما شاهد گسترش رانده شدن مردم از شهرها به حاشیه آنها و به آلونک‌ها در حاشیه شهرها هستیم. کوچه مردم به آلونک‌ها، ما به ازای زندگی انگلی و اشرافی سران و آقاها و آقازاده‌های وابسته به حاکمیت غارتگر در کاخ‌ها و ویلاهای فوق لاکچری است. واضح است مشکل مسکن بخشی از مشکلات معیشتی مردم است، مشکلاتی که ضروری ترین اقلام زندگی نظیر نان، روغن، برنج، ماکارونی را شامل می شود که قیمت آنها در هفته‌های اخیر به شدت بالا گرفته است. وضعیت گرانی طوری است که بسیاری از رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی نسبت به پیامدهای اجتماعی و انفجاری آن برای حاکمیت هشدار دادند. آنها در وحشت از یک قیام گسترده عمومی هستند. رشد تصاعدی قیمت‌ها در حالی است که تا 1 ماه قبل دولت جلادان ادعا می کرد تورم روند نزولی یافته، اما هنوز مرکب این ادعاهای پوشالی خشک نشده، قیمت ها به طور سرسام‌آوری در حال افزایش است. اکنون مردمی که خانه ندارند و توانایی اجاره آن را ندارند، حتی توان خرید میوه، روغن، برنج و ماکارونی را هم ندارند. با گران شدن نان، شاهد هرچه تنگ تر شدن حلقه گرانی در پی معیشت خود هستند. آخوند مسیح مهاجری، گرداننده روزنامه حکومتی فاسد جمهوری، سیاست دولت رئیسی در زمینه گران کردن قیمت کالاهای اساسی را انداختن جرقه به انبار باروت تعبیر کرده است. وحشت او از انبار باروت خشم انفجاری مردم است که لاجرم روزی صدای خشم آن جهان را تکان خواهد داد و قیام بزرگ مردم با جلوداری حاکمیت منحوس آخوندی را در تمامیتش به گور می سپارند.